بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما بینندگان گرامی و ارجمند، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه بعد از خبر. حتما از طریق رسانه های همگانی مطلع شدین که روز شنبه هفته جاری شاخه خراسان داعش مدعی انجام حمله موشکی از ولایت تخار به خاک تاجیکستان شد. بیشتر از این هم این گروه مدعی شده بود که شهر ترمز در نوار مرزی افغانستان و ازبکستان را مورد حمله موشکی قرار داده. این دو اقدام در واقع در شرایطی انجام میشه که افغانستان وارد فصل تازه‌ای از بحران‌های داخلی شده و متاسفانه شاهد افزایش ناامنی ها هستیم. از طرفی هم داعش پیشتر از این با حمله به مراکز آموزشی و مساجد اهل تشیع و تسنن در کابل و مزار شریف و کندوز فاجعه های بسیار هولناک و مرگباری آفرید و این در واقع نقطه آغاز فصل تازه ای از بحران داخلی در حوزه ناامنی های تروریستی بود. اما وقتی خاک همسایه های افغانستان از داخل افغانستان مورد تعرض قرار می گیره و حملات موشکی به سمت اونا صورت می گیره با ادعای داعش، این نشانه در واقع شروع فصل تازه ای از ناامنی های ناشی از فعالیت های تروریستی توسط گروه داعش هست که هم میتونه برای امنیت افغانستان و هم برای امنیت منطقه و کشورهای همسایه افغانستان بسیار خطرناک و زیانبار باشه. در واقع بیم آن وجود داره که در صورت ادامه این وضعیت ما شاهد تبدیل شدن افغانستان به سوریه دوم باشیم که در این صورت نه به نفع مردم افغانستان است این وضعیت و نه به نفع حکومت و نه هم به نفع کشورهای همسایه‌ای که مورد تعرض موشکی گروه تروریستی داعش قرار می گیرند. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی هستیم که حضوراً در استودیو تشریف دارند و از طریق خط تلفن هم با جناب جنرال محمد صادق شینواری، آگاه امور امنیتی، گفتگو خواهیم کرد. سلام به شما و خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت و بخیر باشین. بعد از حمله به شهر ترمز، همچنان که ما در مقدمه هم عرض کردم، این دومین حمله موشکی داعش به کشورهای آسیای مرکزی است. آیا قرار است افغانستان سکوی ناامنی همسایه های خود شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما. وعلیکم السلام. جناب برادر ماشین واریس و بینندگان خوب تلویزیون تمدن، بدون شک ما هم یکی از جز از شهریان عزیز خیش هستم که نگران وضعیت کشور خود است و بدون شک اگر قرار به این باشه که واقعاً این حمله توسط داعش صورت گرفته باشه و تکرار شوه و از جانب مقابل هم از طرف همسایه ما تاجیکستان عمل بالمثل صورت بگیره، بدون شک که ما رفته رفته به سوریه دوم تبدیل میشیم. چون ما مشکلات خود فعلا با جمهوری اسلامی ایران داریم و یکی دو بار به عملات نظامی هم انجامید، با پاکستان همچنان این مشکلات داریم. اگر قرار بشه که خدا نخواسته روی هم رفته، ما در کنار از این که نه ای که دو مشکل دیگر را نتونستیم حل بکنیم، با مشکل سومی سر دوچار میشیم، بدون شک که این مشکل بزرگی است، جبران ناپذیر است و با پیکر زخم خورده ملت مظلوم افغانستان یک زخم ناسور و یا تداوی ناشدنی است که به زودترین فرصت میتونه که دامنه از این گسترش پیدا بکنه و این مرض به تمام کشورهای ما سراحت کرده میتونه. دقیقا همینطور است. در حال این حملات نشان میده که
یک برنامه هدفمند و تعریف شده و تدوین شده برای گسترش ناامنی های ناشی از فعالیت های تروریستی در افغانستان و آسیای میانه در دستور کار اتاق فکر داعش است. آیا ناامنی از خاور میانه توسط یا از طریق افغانستان به آسیای میانه منتقل میشه؟ خب یکی حرفایی است که از آدرسای نامعلوم و یا معلوم به نام داعش و غیره گروه های تروریستی که در افغانستان در گذشته ها وجود داشت و امروز قد علم کردن و یک بار دیگه به تحرکات دست میزنن، و یکی حرفای منصوبین امارت اسلامی افغانستان که در این جغرافیا حاکمیت دارن. امارت اسلامی افغانستان تمام بزرگانشان مدعی به ایستن که ما حاکمیت تمام بر تمام جغرافیای افغانستان داریم و هیچ داعشی و هیچ کسی که به نام تحرکات نظامی علیه امارت اسلامی و یا کشورهای همسایه داشته باشه ما ندارم. ولی ما عملا میبینیم که تاجیکستان عکس العمل نشان میده و موشک پرانی میکنه و از این طرف هم موشک ها صادر میشه. ما به این عقیده هستم که اگر ما ملت خود، مردم خود در روشنایی قرار بدیم و از اصل جریان ملت شریک بسازیم، هم به نفع ما هست، هم به نفع همسایه های ما هست، هم به نفع مسئولین امارت اسلامی افغانستان است که بدون شک کمک شده میتونه که ما جلو ارمچو اعمال شوم که داره روز اتفاق مفته جلوش بگیریم. به طور مثال ما شاهد مکتب عبدالرحیم شهید داشتیم که تلفات بسیار زیادی در قبال خود داشت. واقعا که یک عمل در تضاد با تمام فرهنگ و عنانات و کلتور اسلامی، انسانی، اخلاقی، اجتماعی بوده و این عمل از خوشبختانه که از طرف تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تقبیه صورت گرفت و از این نگرانی صورت گرفت و از مسئولین امارت اسلامی خواسته شد تا جلوه همچه عمل گرفته شود که بعدا هم مسئولیت از او را داعش پذیرفت. و ما شاهد قندوز بودیم که همچه عملات صورت گرفت. ما شاهد از این بودیم که در شهر مزار شریف در اون مسجد بچه تعداد. لحاظا اگر قرار به این باشه که این فعالیت ها پراگنده بسیج شوند و باز یک حرکت منسجم آغاز بکنن که خدا نکنه همچی کار صورت بگیره و خدا برای مسئولین امارت اسلامی توفیق عنایت فرمایه که تا جنب از اینها را بگیره، تا بار دیگر ما نه با خود در کشور خود با مردم خود دست و گریبان باشیم، با مشکل مواجه باشیم و از طرف دیگر با همسایه های خود، چون همسایه های ما خواهی نخواهی در امورات افغانستان از سالهای متمادی مشکلات خود ما با اونها داشتیم. ما در یک شرایط بسیار اساس قرار داریم، ما مکلفیت داریم. امروز احساس میکنه این ملت، حکومت، مردم که با همسایه خود یک روابط بسیار خوب داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران ما بخواهیم نخواهیم یک کشور مستقل است، یک همسایه ما هست، یک همزبان ما هست، یک کشور مسلمان و اسلامی هست، همچنان کشور پاکستان. ما باید به عنوانی که میشه با اینها از رای دیپلماتیک، از رای مذاکره و تفاهم مشکلاتی را که با او مواجه میشیم باید حل بکنیم، نه که خدا نخواسته یک مشکل دیگه تازه با جمهوری تاجیکستان پیدا بکنیم. مواردی که شما اشاره فرمودین از حملات تروریستی که داعش مسئولیت اونا رو به دوش گرفت در کابل و بلخ و کندوز و همینطور حملاتی که اخیراً طبق ادعای این گروه از خاک افغانستان به سمت کشورهای آسیایی میانه صورت گرفته و این برخلاف ادعاهایی است که تاکنون از طرف حکومت طالبان صورت گرفته و مبنی بر نابودی داعش و ناتوانی داعش برای ایجاد شرایط نامناسب امنیتی و همینطور تعهداتی که حکومت طالبان به کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی داده برای جلوگیری از
انجام حملات تجاوزکارانه از خاک افغانستان علیه همسایه های ما، همه این موارد دال بر این است که حکومت در قبال تأمین امنیت توانایی و دستاورد قابل توجهی نداره. آیا شما هم به این باور هستین که به لحاظ امنیتی حکومت ما با مشکلات بسیار جدی مواجه است و توانایی تأمین امنیت و مهار گروه های تروریستی در داخل افغانستان را نداره؟ شما ببینین وعده هایی که از طرف منصوبین امارت اسلامی افغانستان در قطر داده شده بود، یکی از این بود که نه که اجازه میتن، بلکه تمام شبکه های تروریستی به شمول داعش مهار میکنن، از بین میبرن. بله. لانه هایشان از بین میبرن و هیچ کشور احساس خطر و نگرانی از خاک افغانستان نمیداشته باشه. ولی با گذشت زمان ثابت شد که آنطور نبود. ما امروز شاهد از این هستیم که رسما مسئولیت میگیرند در لیسه عبدالرحیم شهید داعش، رسما مسئولیت میگیرند در مزار شریف، رسما مسئولیت میگیرند در مرز با قندوز و مزار. بله. این به یک نحو مسجد خلیفه صاحب، مسجد خلیفه صاحب که در نزدیکی چند قدمی ما شما قرار داره و تعداد زیاد هم اینجا، طبعا شما میفهمین در مکتب کیست؟ در مکتب کسی است که دانش آموز است، علم نوزه. در مسجد، در مسجد کی هست؟ خب کسی است که به خاطر عبادت خالق خدا آمده و به خاطر ادای نماز آمده یا به خاطر القی ذکر آمده. لحاظا اینها همه به ما یک پیام میرسانه که مسئولین حکومتی در تأمین امنیت آنچنانی که وعده کرده بودند کوتاه آمدی. بله. سپاسگزار هستم. شما ارتباط مستقیم با ارتباط تلفنی من در واقع با جناب آقای جنرال محمد صادق شینواری برقرار هست. آقای جنرال به شما سلام عرض میکنم. سلام، خودم تقدیم میکنم به بینندگان تلویزیون تمدن و همکاران تکنیکی شما و میمان عزیز شما. خیلی سپاسگزار هستم جناب آقای شینواری. با توجه به ادعاهایی که تاکنون صورت گرفته از طرف شاخه خراسان گروه داعش مبنی بر انجام حملات موشکی از خاک افغانستان به سمت کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و تاجیکستان، آیا بنابراین است که ناامنی ها از افغانستان به سمت همسایه های کشور ما فرستاده شوه و گسیل شوه؟ یقیناً که ما در هفته گذشته یا دو روز قبل که از خاک افغانستان که گفته میشه که از ولایت تخار به نام گروه داعش که بالای تاجیکستان، جغرافیه تاجیکستان، سرحد تاجیکستان البته یا انداخت موشکی کردن، این مسئولیت به عهده گرفتن. خب بیره میتونیم که ما از لحاظ وضعیت فعلی امروز افغانستان ما ایره به دو بود ایره ما تقسیم بکنیم. یکی که علیه طالبا، علیه حاکمیت طالبا که در افغانستان هستن، مشکلات بیرونی هم در قبال ازیا وجود دارن تا که را به رسمیت نمیشناسن و گویا حال هم در لیست سیاه تروریست ها قرار دارن. و دومی که گروه های هستن در داخل کشور با تبانی استخبارات بیرونی یا میتونن که طالبا را نامبد بسازن و یا را در افغانستان طوری وانمود بسازن که یا گروه تروریستی هستن با دیگه گروه ها یا تبانی داره و یا هم این توانایی و درایت ندارن که دیگه گروه ها را مثلا داعش یا مهار بسازن. و طوری دیده میشه که داعش و مثلا طالبا با دیگه گروه مذهبی که یا وهابی هستن، سلجا هستن، بنام پنپیرا هستن، بنام یک گروه انصارالله هستن و یا گروه هستن که یا با هم یا درگیر بودن قبلا هم و حال هم یا مخالفت دارن یا میخوان که
به شکلی از اشکال طالبا را نامبد بسازن و یا گویا که یا توانایی را ندارن و یا تعهدی که به جامعه جهانی در نشست قطر یا کرده بودند که گویا ما از خاک افغانستان هیچ نوع گروه به دیگه کشورها یا خطر ایجاد نخواهد کردن اتا به کشورهای منطقه و همچنان به کشورهای همسایه طالبای اطمینان داده بودند که از خاک افغانستان هیچ نوع خطر متصور نخواهد بود در آینده و فعلا هم یا را حال زیر سوال میارند. یکانه چیزی که طالبا تصورد خیلی بزرگی را داشتن یا تامین امنیت افغانستان بودن که ایر هم مخالفین طالبا ایر زیر سوال دارن. بله آقای جنرال، ادامه حملات موشکی داعش به کشورهای آسیای میانه چقدر میتونه راه را برای مداخلات خارجی در افغانستان هموار بسازه به بهانه مبارزه با تروریسم و عملیات‌های تروریستی، و آیا با ادامه این وضعیت افغانستان به سوریه دوم تبدیل خواهد شد؟ کاملا دقیق. ببینین گروه‌های داعش که هستن یا ساخت افغانستان نیست، بلکه از بیرون یا تعمیل شدن، از عراق و شام و سوریه داخل افغانستان آمدن و نخست در پاکستان یا یک شاخر اونجا اعلان موجودت کردن، بعدا در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که یا خوب به نام مرکز خراسان در اونجا تعیین کردن. بدون شک از اینکه اگر وضعیت به گونه ای که هستن دوام بکنن، کشورهای همسایه و منطقه مجبور هستن که یا رو ببرن به یکی از قوت‌هایی که گویا ناتو هستن یا دوباره یا نشست های داشته باشند، یک اجماع ملی را علیه ضد طالبا یا اختیار بکنن، یک جبهه اختیار بکنن و زمینه ازیر دوباره مساعد بسازد تا کشورهای خارجی دوباره در افغانستان مداخله بکنن و با طالبا را زیر چالش بیارن. و امکان ازی هم هستن که یارا طور یارا در حالت معاصره و در حالت یک وضعیت بسیار بد قرار بتن، مثل که هم دو مشکل حال دارن، یکی مشروعیت داخلی دارن و مشکل مشروعیت داخلی دارن و بر رسمیت شناختن کشورهای دیگه هستن که نمی هم یک مشکل است که میخوان که دیگه ایرم منجری بسنن و بالاخره زمینه را مساعد بسنن تا یارا مرور زمان تضیف بسازن. چه قدرت هایی و به چه منظوری از تروریسم داعشی یا گروه داعش در افغانستان حمایت میکنه؟ ببینیم متاسفانه که یک چیزی را ما بگویم که ما اصلا هیر تالی هم بگویم قدر که ما استخبارات قوی هم داشتیم، فعلا هم در صدد ازی هستیم هنوز که کدام کشورهای بزرگ و قوی در پشت سر داعش هستند، داعش کیا در افغانستان اینجا یا را تمویل میکنه، حمایت میکنن، یه گروه ها را کی ساختن. متاسفانه ای را تال ما دریافت نکردیم، ولی طور گفته میشه که دو دیدگاه دارن. یک دیدگاهی هستن که ای را غربی ها هی را تشکیل دادن به خاطر از اینکه اسلام در بسط جهان ای را بسیار نامبد بسازن، و یک دیدگاه دیگه هم وجود دارن که گویا که ما اشاره کردم که اینمی گروه ها هستن مثلا که یا اختلاف مذهبی در بینشان دارن که گویا همی گروه را یا تشکیل دادن و به ضد گروه های مذهبی دیگه یا استعمال میشن. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای جنرال محمد صادق شینواری، خیر و سلامت باشین. بحث من را با حضور جناب استاد محمد صابر صادقی استاد دانشگاه در استودیو ادامه میدیم. با توجه به نگرانی های مکرر روسیه و تاجیکستان و سایر جمهوری های آسیای میانه از فعالیت داعش در افغانستان، آیا میشه بگوییم که داعش یک پروژه امریکایی است برای بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه و همینطور برای تبدیل کردن افغانستان
با پایگاه تروریسم بین المللی؟ ببینین بدون سند و بدون شهود بدون مدارک مشکل است ما بالای هر کس بتانیم یک سوالی را راجع بسازیم. وقتی که ما اعدام میکنیم ما باید مدارک دروی دست داشته باشیم. فراموش نکنیم که اولین کشوری که امارات اسلامی را دیپلماتاش پذیرفت و از وزارت خارجهش به اصطلاح رسما برشان مکتوب صادر کرد و سفارت افغانستان در اختیارشان قرار داد روسیه بود. بله. خود طبعا یک نوع علاقمندی و یک نوع ارتباطات گرمی را با مسئولین امارات اسلامی علاقمندی دارن. ولی در کنار از اینکه نگران از داعش دارن و یا نگران هستن و این نگرانی هایشان بار بار توسط زمیر کابلوف با امارات اسلامی در جریان گذاشته شده و از طریق وزارت خارجه مطرح شده، معتص میزنم که این پروژه از گذشته ها بدون شک دستای ابرقدره های جهان است. ولی اینکه نام ببریم احمد و یا محمود ما فکر بکنم این کمی مشکل تر است، ولی شک نه نداشته باشیم که این همین پروژه تا کابل رساندنش کار ساده نیست و هیچ طور شد که برای یک بارگی از عراق یک دم رو افغانستان میرسه. کی بود که اینها را سبوتاج ساخت؟ کی بود که اینها را همکاری کرد و راهنمایی کرد و راه را برشان مساعد ساخت و اینها را به تا کابل رساندن؟ از کدام طریق اینها وارد افغانستان شدن؟ و پس خود از این همین معلوم میشه که دستهای بزرگی در قبال از اینها هست کار میکنه. ولی یک چیز ما میخوایم برای ملت خود، برای مردم خود اطمینان بتم که هر پروژه‌ای که باشه ملت افغانستان، مردم افغانستان با هم برادر هستند، سالهای متمادی در کنار هم برادروار زندگی کردن و یک زندگی با عزت داشتن، با یک احترام متقابل داشتن. این نوع عملهای غیر انسانی و غیر اخلاقی صد درای مانع این دو برادران مسلمان اهل تشیع و اهل تسنن ما شده به هیچ قیمت نمیتونه. ولی در کل اگر دست احمد باشه و یا دست محمود، دست این و یا دست آن، چون جغرافیای افغانستان امروزی تحت سطله امارت اسلامی افغانستان است، لحاظا پاسخگوی از اینام امارت اسلامی افغانستان هستند، چون هم از لحاظ شریعت قرای محمدی هم از لحاظ وعده و وعید پیمانی که در قطر بستند. لحاظا ما مطمئن بیستم که منصوبین امارت اسلامی افغانستان قادر بیشوند که اینمی اختلافات پراگنده که در گوشه و کنار وجود داره و یا به نام داعش و کسای دیگه جلب از اینا را گرفته بتانند تا ملت ما، مردم ما یک بار دیگر خدا ناخواسته به یک بحران دیگه نرن که باز جبران ناپذیر باشه. خب ببینین جناب استاد، یک سری درست است که ما ممکن است مدارک و شواهد محکمه پسند در اختیار نداشته باشیم، ولی واقعیت امری است که از همان ابتدا بر اساس قرائن و شواهد میدانی امریکا متهم ردیف اول ایجاد و تأسیس و تجهیز و حمایت از داعش بوده و همکنون هم انگشت اتهام به صورت مستقیم به سمت امریکا نشانه میره. یکی از طرف دیگر کشورهای هدف حملات داعش در آسیای میانه مثلا روسیه یا ممکن است در گام بعدی ایران، اینا کشورهایی هستند که در نظام بین الملل در یک صف بندی مشخص قرار می گیرن که در تقابل با آمریکا قرار داره و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان با استناد به این موارد تاکید می کنن که آنچه تحت عنوان گروه داعش یا شاخه خراسان داعش در افغانستان فعالیت می کنه بخشی از یک پروژه بسیار کلان استخباراتی و تروریستی امریکا و کلیت غرب، ناتو و امثال اینا هست برای کشاندن پای ناامنی به درون مرزهای کشورهایی که رقیب قدرت‌های غربی به شمار میرن مثل روسیه و چین و ایران و امثال اینا. اگر دید مرا شخصی بپرسید، دید من این است که بدون شک، بدون گمان ایالات متحده امریکا را در پیدایش داعش، در تنبیل داعش، در تجهیز داعش مستقیما دخیل میدن. و روسی علت داعش ساخته شد و داره
مسیری که قرار بود که برش برنامه ریزی شده بود داره طی میکنه. داعش در افغانستان سه برنامه داره که عبارت از عملات بالای جمهوری اسلامی ایران، روس و چین است و یک موضوع ثابت است و روی ازمی که رفته شما ببینین با گذشت نوم و قریب امارت اسلامی افغانستان یک کشور دنیا به رسمیت نشناخت. چرا؟ چون همه کشورهای چی اسلامی و چه غیر اسلامی نظارتگر قاش ابرو ایالات متحده امریکا هستند و ترس بیم ازی دارن، وگرنه تا به امروز ما برات به صراحت میگم که نسبه منطقه امارت اسلامی را به رسمیت میشناخت. ترس ازی را دارن که فردای همچون اعمالی را باز ایالات متحده انجام ندن. لذا به هر حالتش ما انتظار ازی را دارم از مسئولین امارت اسلامی افغانستان که در سرکوب از اینا همچنان که مسئولیتشان هست کمر ببندن و مطمئنم به هستم که جلوی این زنها را انشاءالله گرفته میتونن. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه ما چقدر شاهد مداخلات کشورهای خارجی، کشورهای منطقه و امثال اینا تحت عنوان مبارزه با تروریسم خواهیم بود که در نهایت افغانستان را به سوریه دوم تبدیل میکنه؟ شما ببینین ما یک مشکل نداریم، ما 100 زخم در بدن خود داریم. اگر یک زخم دیگه اضافه میشه قرار میشه که ما از پا بیفتیم. زخم فقر که امروز واقعا دست و گریبان تمام ملت به اون گریبان است. روز گذشته ما با یکی از رسانه ها بحث داشتم، خدا شاید از خدا گرفتن نتونست مشکایم جاری شد. درک میکنم. در کنار از این مشکلات پولی که امروز ما شما میبینید بانگلوت های افغانستان اکثریتشان از بین رفته و قابل چلش نیست و مردم نمیگیره و دنیا برای اینا چاپ نمیکنه چون مسئله به رسمیت مطرح هست. این مشکل دیگه هست و و اگر این نام نه اضافه میشه خواهی نخواهی ملت مردم ما را از پا مندازه. خیلی سپاسگزار هستم از حضور شما جناب آقای محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی، و همینطور سپاسگزاری میکنم از جناب جنرال محمد صادق شینواری، آگاه امور نظامی و امنیتی. از همراهی شما سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.